سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که بار دیگه هفته دیگری فرا رسید و من در خدمت شما عزیزان هستم. همطوری که میدونید طبق معمول هم هفته عزیزی رو داریم که ویدئویی برای ما فرستادن، از بهبودیشون گفتن، از سلامتیشون گفتن، ولی از اون مهمتر مطلبیه که اول باید اول این برنامه بگم خدمت، چون باور کنید بیش از صدها پیغام من داشتم، چه به من چه به سایر همکاران ما پیغام داده بودید که از من سوال بشه که آیا ما وقتی که داریم دارو استفاده می کنیم، یا داروی شیمیایی یا داروی شما رو محصولاتی که شما از امریکا می فرستید، آیا می تونیم واکسنمون رو همزمان بزنیم یا باید صبر کنیم فعلا واکسن نزنیم؟ اول من یه توضیح بهتون بدم. ببینید اینها سلیقه‌ای و عقیده‌ای تزریق واکسن بر افراد. بعضی ها علاقمند نیستن که واکسن بزنن، اون دیگه سلیقه خودشونه. اما من به عنوان یک پزشک اعلام میکنم که همه باید واکسن بزنن. این ایده منه، هر کسی یه عقیده داره، ممکنه یه پزشک ایده داشته باشه واکسن نزنه، ولی اگر از من سوال میکنید من میگم همه باید واکسن بزنن، همه باید نسبت به این بیماری کرونا ایمن بشن و تنها راهش واکسن زدنه. این ایده ای من. حالا فرقی نمیکنه چه واکسنی باشه، حالا میخواد فایزر باشه، میخواد مادرنا باشه، میخواد نمیدونم جانسون اند جانسون باشه، میخواد سینوفارم باشه، میخواد برکت باشه، هر چی که هست، هر واکسنی که موجوده از هیچی بهتر از دیدگاه شخص من به عنوان یک پزشک. مطلب بعدی این که من شنیدم، این سوال از من میکنید، میگید میگند، حالا من اینو نمیدونم که کی میگه، ولی وقتی شما تزریق واکسن میکنید لااقل از نظر وزارت بهداشت امریکا که من در جریان هستم دقیقاً نیازی به این رژیمی نداره که شما اینو نخوری، اون ویتامین رو نخوری، این قرص رو نخوری، اون آمپول رو نزنی، اصلا همچین چیزی وجود نداره. این واکسن منافات با هیچی نداره. پس به تبع این واکسن تزریقش منافاتی با این محصولات و دایتری ساپلمنت ها و این محصولاتی که ما از امریکا میفرستیم براتون نداره. مطلب بعدی که خیلی پرسیدن که گفتن ویتامین C نخورین، گفتن ویتامین نخورین وقتی واکسن میزنین، در اینجا همچی چیزی وجود نداره در امریکا. من نمیدونم در ایران چرا اینو میگن، لابد یه دلایلی برای خودشون داره، ولی همچی چیزی در اینجا وجود نداره. در اینجا باز تکرار میکنم، در ایالات متحده امریکا همچین چیزی به هیچ کسی که واکسن میزنه تجویز میشه که اگه واکسن زدی ویتامین نخور یا ویتامین نزن، اصلا به این چیزا ربطی نداره. باز میگم اون مربوط به اقلیم های مختلف میشه، کشورهای مختلف میشه، شاید یه دلیلی داره که پزشکان شما یا جایی که قرار دارید میگن نکنید این کار. ولی باز تکرار میکنم، تو رو به خدا این سوال رو از من نکنید، برای اینکه صدها مسیج برای من میاد که همش یه چیزه، آیا ما واکسن بزنیم یا نزنیم داریم داروهای شما رو استفاده میکنیم یا محصولات شما رو استفاده میکنیم. نه، باید واکسن بزنید، ربطی هم به این محصولات نداره. خب پس با هم دیگه الان میریم صحبت‌های خانم گل نوروزی رو با هم دیگه میبینیم، برمیگردیم من در خدمتتون هستم. با سلام و ضمن عرض ارادت به دکتر وزیری تبار و دکتر تراپا و تیم پزشکی دکتر آقای علی خانی و خانم کریمی، این جانب مهین گل نوروزی مریض بهبودیافتی دکتر وزیری تبار هستم. مشکل من برمیگرده به 15 سال پیش که گردن درد مزمن گرفتم. آن موقع به پزشکان زیادی مراجعه کردم و بعد از امارای و EMG تشخیص دیسک گردن دادن و دارو و مسکنهای زیادی تطبیق کردن. چون کار من دفتری بود و مجبور بودم ساعتها سرم را پایین انداخته و کار کنم، روز به روز گردن دردم بیشتر می شد که دکترها استفاده از گردنی هنگام کار را برایم توصیه کردند. بالاخره 2 ماه بعد از بازنشستگیم سال 94 بود که درد شدیدی نواحی گردن و دستهایم را گرفت. بعد از مراجعه به پزشک EMG و MRI و گفتن اگر 5 جلسه لیزر پرتوان انجام شود بهبود می‌یابید. من این کار را انجام دادم. 6 جلسه به لیزر پرتوان رفتم. روز آخر که به خونه برمیگشتم دیدم وضعیتم وخیم‌تر شده.
روز به روز وضعیتم بدتر می شد. پیش دکترای متعددی می رفتم. گرس های متعددی می خوردم. بدتر می شدم. بالاخره دیدم دستهایم که درد داشتن و گزگز می شد کم کم قدرتشون را از دست می دم. چون حتی یک استکان کوچک را هم نمی توانستم بردارم. نمی توانستم به تلویزیون نگاه کنم چون قادر نبودم سرم را حرکت دهم. بعد از رسیدن داروها از روز اول فوراً با هزاران امید شروع به مصرف داروها کردم. اوائل هیچ نتیجهی برایم نداشت و مایوس بودم، ولی از ماه چهارم به بعد اولین چیزی که دیدم متوجه شدم توانایی دستهایم یواش یواش داره برمیگرده. گزگز دستهایم کم شده. سپس دیدم مردمک چشمان به حالت عادی برگشته. میتونم بالا رو ببینم، پایین رو ببینم، دوروبرم رو ببینم راحت. خشکی گردنم رفع شده. از همه مهمتر دیگه احساس پرت شدن از بلندی را نداشتم و این تولد دوباره من بود. چون خیلی اذیت می شدم. خلاصه در ماه ششم داروها بود که من اسباب کشی منزل داشتم و تصمیم گرفتم خودم را امتحان کنم. کم کم وسایل بسته‌بندی را خودم انجام بدم که خدا را شکر و هزاران مرتبه شکر خودم تمام وسایل را کم کم بسته بندی کردم. حتی پرده های خونه که نیاز به تکان دادن دستها و گردن و چشما و نیاز بیشتر به بالا نگاه کردن یا به پایین نگاه کردن و داشتن من خودم انجام دادم. و از اواخر سال 96 که داروهایم متاسفانه تمام شد و به دلایلی درمان را نتونستم ادامه بدم، گردن و دستها و چشمایم به همان حال باقی مونده و 4 سال است که من دعاگوی دکتر وزیری تبار هستم که این همه سال بدون ناراحتی به زندگی عادی خودم برگشتم و از همه تقاضامندم همه یک دوره، فقط یک دوره از این داروها را امتحان کنم. من حتی مردمک کشمایم را نمی توانستم بچرخانم و به بالا و پایین نگاه کنم. از همه بدتر نمی توانستم به بالکن خونمون برم چون از بلندی می ترسیدم. احساس می کردم از بلندی به پایین پرت می شم. دوبار امارای و ام‌جی گرفتم و گفتن 5 مهره گردنم دیسک شده و باید پلاتین کار بگذارن و عمل سختی است و باید حتما انجام بدم. ولی چون من در سال 80 عمل دیسک کمر انجام داده بودم و عمل خیلی خیلی ناموفقی داشتم به هیچ وجه راضی به عمل نشدم. من با آقای دکتر وزیری تبار و نحوه طبابت ایشان از طریق شبکه ITN آشنا شدم و در مورد سلول‌های بنیادی خودم تحقیق کردم و این تصمیم نزدیک به 1 سال طول کشید که بالاخره اوایل سال 96 تصمیم گرفتم با راهنمایی آقای علی خانی و خانم کریمی با دکتر وزیری تبار تماس گرفته و شرح احوال خودم را بدم. دکتر با صمیمیت زیاد تمام حرفای مرا قشنگ مو به مو گوش کرد و با تشخیص مریضی این جانب به من امید خوب شدن حتمی با استفاده از 1 دوره از داروها را به من داد و من با امید و اتکال به خداوند و اعتماد به داروهای دکتر سفارش دارو دادم. حدود چند ماه بعد از رسیدن داروها آقای علی خانی عزیز برایم لیست استفاده از رژیم غذایی خانم دکتر عبدهی را برایم ارسال کردند. از همه کسانی که مشکلی مثل من یا مشکلات دیگری دارند و طب امروزی از درمان آن عاجز است، حداقل 1 دوره به داروهای آقای دکتر اعتماد و استفاده کنند و مطمئن هستم که به امید خدا نتیجه بگیرند. از خداوند متعال برای آقای دکتر و تیم همراه و جناب آقای پروفسور تراپا سلامتی و طول عمر با عزت آرزومندم.
Ahırda istirəm zaban madəri dilində ay döktür Vəziri Təbardan təşəkkür edəyəm ki, məni indi 4 ildə rahat zindicanlığıma qeytərib davalar ilə. Mən eləyə bilirəm bu əllərimi rahat tərpədəm. Boynumu rahat o yüz bu yüzə tərpədəm. Üstə baxam, aşağıya baxam, gözlərimi dəbərdəm. Rahat duram, işimi görəm, vəsail götürəm, qoyam. Rahatam, biləsindən çox təşəkkür edəcəm. Ba salam və ərz ədəb, xidmətə doktor Vəziri Təbar. و دکتر تراپات من همسر مهین گلنوروزی هستم. هستم در آخر از شما و کادر درمانیتون تشکر فراوان بکنم. با زبان مادری میگم یاشیاسیز عمرز طولانی اولسون که بو مریضلره علاج ایدیسیز و خوشبختیلیقی zindecanlıqlara qeytərirsiniz. Çox təşəkkür edirəm. 400-dən sizdən və kadr dərmanınız və doktor Drapadan. Həmtəri ki, müşahidə kərdid, işun doçar disk gərdən budan xeyli şədid və xeyli jalib bud ki, ایشون از روی کاغذ میخوندن به خاطر که به منم گفتن خودشون و شوهرشون که ایشون آذری هستن و فارسی رو خوب نمیتونن صحبت کنن، براشون سخته که در مقابل دوربین بخوان فارسی صحبت کنن، برای همین از روی نوشته مطالبشون رو میخوندن و بعد که یه مرتبه شروع کردن به آذری صحبت کردن که تو دوربین هم نگاه کردن و مطالب رو به زبان زیبای آذری، این زبان بسیار به قول خودشون زنگین، یه زبان خیلی پربار صحبت کردن. شوهرشون همینطور ممنونم از محبتتون خانم گلنوروزی، همسر مهربانتونم ازشون تشکر میکنم. ما وظیفمون هست، خوشحالم از اینکه رو شما اثر مثبتی گذاشته، انشالله که برای همه عزیزان ما همینطور باشه. یه مطلبی رو که اینجا عرض بکنم خدمتتون اینه که اتفاقی که با استفاده از استم رژین به صورت خوراکی برای شما میفته اینه که وقتی شما استم رژین رو میخورید وارد سیستم گوارش میشه، جذب جریان خون میشه، مغز استخوان میره و مغز استخوان رو فعال میکنه که میزان بسیار زیادی استم سلز یا سلول های بنیادی رو بیاره داخل جریان خون، روزانه حدود 10 میلیون، و این تعداد استم رژین حرکت میکنن به طرف بافت های صدمه دیده، که بافت صدمه دیده در مورد خانم گلنوروزی دیسک بین مهره‌ای بود و در رفته یه دیسک بین مهره‌ای، که این دیسک اگر میزانش کم بوده که مهره ایشون کم بوده حتما، میتونه پوسته خارجی رو ترمیم بکنه سلول بنیادی و دوباره دیسک به سر جای اول خودش برگرده، فشار رو از روی نخاع گردنی برداره، دردها رو قطع کنه، فشار رو عصب برداره، و این اتفاق بود که برایشون افتاده. برای که بیشتر با دیسک آشنا بشید، بدونید موردش چیه، یعنی در رفتگی دیسک های بین مهره‌ای در گردن، کمر و غیره، میریم با هم یه فیلمی رو میبینیم که من روی این فیلم صحبت کردم و توضیح میدم براتون که دیسک بین مهره‌ای چگونه از جای خودش خارج میشه و چه عوارضی برای فرد ایجاد میکنه. همینطوری که در تصویر مشاهده میکنید، یک انسان رو نشون داده با مهره های پشتی، کمری، گردنی، مجموع مهره ها 24 داده که 7 تا گردن، 12 تا پشت، 5 تا لومبار، 5 تا ساکروم. اینجا دقت کنید در این تصویر، بین مهره ها این چیزی که سفید رنگ میبینید بهش میگن دیسک های بین مهره ای، و اون زرد ها اعصاب نخاعی هستند. این یه دیسک نشون میده مرکزش و دورش که به چه صورت و به چه شکل هست، در این وسط قرار داره، فشارها رو تحمل میکنه، ولی وقتی خیلی شدید شد این دیسک میزنه بیرون از پشت، وقتی زد بیرون رشته عصبی فشار میاره. علل زیادی دست دیسک وجود داره، کارهای سنگین، ببینید این حالت پارگی و حتی خونریزی داخل دیسک رو در لایه خارجی نشون میده. دیسک علل بسیار زیادی داره، یکی از مهمترین عللش کارهای سنگین و فشارهایی که میاد، ولی زیاد سرپا ایستادن، شکستگی ها، بیماری های مادرزادی و خیلی چیزهای دیگه باعث دیسک میشن. وقتی دیسک بین مهره‌ای
میزنه بیرون، فشار رو میذاره رو عصب و این عصبی که داره میاد به پا، همونطور که قرمز رنگ میبینیم به طرف پایین میاد، رشته عصبیه که میاد. عوارضی که ایجاد میکنه، علائمش، دردی که در پا ایجاد میکنه در یا در اون ناحیه، بیهسی، نامنس شدن و توی ساق پا میخوایم به تکون بخوریم، دردناکه، چرخشی نمیتونیم داشته باشیم، عضلاتمون اسپاس میکنه، میگیره، مشکل ادراری ممکنه پیدا کنیم، مشکل تطابق حرکتی پیدا کنیم، پامون احساس سنگینی بکنه و بالانسمون به هم بخوره، نتونیم خوب راه بریم، فقط به خاطر دیسک بین مهره‌ای که تو مهره‌ای مثلا کمر ایجاد شده. درماناش فیزیکال تراپی میکنن، فیزیوتراپی میکنن، فرض بکنید کار درمانی میکنن، سعی میکنن داروی تزریق بکنن، نهایت میکشه به کار جراحی و برداشتن دیسک از نظر. ولی در مورد سلولهای بنیادی این روش کاملا قابلیت بهبودی برای بیماران داره. و این فیلم دوم، همطور که در تصویر مشاهده میکنید، ویدیوی دوم همون مطلبه، یه مقداری باز واضح تر از یه زاویه دیگه نشون داده شده که شما در اینجا میبینید که یه دیسک چجوری بین مهره قرار گرفته و وقتی که قسمت خارجیش فیبروزه میشه و صدمه میخوره و قسمت خارجیش به اصطلاح پاره میشه چه اتفاقاتی میفته. اگر اینجا رو دقت بکنید، در قسمت داخلش، نه خارج، در قسمت درونی اگر بریم نگاه بکنیم، اینجا یه نقطه دیسک شروع میشه، میاد قسمت لایه‌های خارجی دیسک بین مهره‌ای رو پاره میکنه و باعث میشه بولجینگ، یه فشاری بیاد بیرون، بزنه بیرون، هرنیه بشه، یعنی مثل فتق منظوره، بیرون زدگی پیدا کنه و روی عصب فشار بیاره و این فشاری که روی عصب میاره، ریشه عصبی میاره، همونطور که در ویدیو قبلی هم گفتم، این درد رو منتقل میکنه از لگن به طرف پایین تو عصب سیاتیک و میاد، معمولا هم یک طرف است، گاهی اوقات ممکنه دو طرف هم باشه، ولی میاد تا پایین و به اصطلاح همون حالتهای بیهسی، نامنس، درد، عدم تعادل، همه اینا رو ایجاد میکنه. و حالا اینجا میخوایم بپردازیم به تنگی کانال نخاعی، همطور که خدمتتون عرض کردم، یا اسپاینال استنوزیس. باز مهره ها رو میبینیم، دیسکای بین مهره به صورت خاکستری رنگ میبینیم، الان مهره ها رو آبی کرده در قسمت کمر، چون شایع ترین نقطه تنگ کانال در کمره، مگر علت مادرزادی داشته باشه یا کانجنتال که حالا توضیح میدم. و این دیسک میزنه بیرون و باعث میشه که التهابی در اون ناحیه ایجاد بکنه، رشته های عصبی رو داره تحت فشار و رشته عصبی که از بالا به پایین، نخاع، همین به اصطلاح میبینید در تصویر این رشته زرد رنگ رو، از دو طرف فشار میاد و کانال رو تنگ میکنه به خاطر دیسک بین مهره‌ای. دیسک بین مهره‌ای معمولا در افراد مسن به وجود میاد، در جوانان به علت مادرزادی یا علل قوس‌های نابجا یا غیر طبیعی بودن مهره است. وقتی فشار دو طرف میره، کانال و نخاع رو تنگ میکنه و این تنگی باعث میشه راه رفتن، ببینید چطوری فرد راه میره، هم سنگین پا، هم درد در ناحیه لگن یا پا داره و هم درد در ناحیه پشت داره. و این تنگ کانال نخاعی رو معمولا از نظر علم پزشکی کار خاصی براش نمیتونن بکنن، مگر یه راهنمایی بکنن، نسخه بده دکتر، فعلا داروی بخور دردت کمتر بشه، پرو دکترتون برید یه مقدار دارو بگیرید و بعد همین که در نهایت میگن مثلا فیزیوتراپی کن، فیزیکال تراپی کن و اینطور مثلا. اگر اینا جواب نده، نهایت اونا دست به عمل جراحی میبرن، حالا جراحی باز از پاش یا جراحی لیزری میکروسکوپی، اون دیسک رو در اون ناحیه خارج میکنن و جاش یک فلزی قرار میدن که فشار نیاد. به هر حال این اتفاقی است که میفته. خب اینا رو دیدیم، توضیحات کامل رو شما متوجه شدید شما عزیزان که چه اتفاقی میفته در مورد دیسکای بین مهره‌ای. ما در مورد دیسک، آرتروز و صدماتی که در نخاع بوده، صدماتی که در فشارهایی که تنگی کانال نخاع هست، زانو، آرتروزای زانو بسیار موفق بودیم و شما دیدید نواخر شاید خیلی از اینها، شاید یک سوم ویدیوهایی که این عزیزان میفرستن در مورد همین مسائل، در مورد آرتروز و دیسکای بین مهره‌ای، در رفتگی دیسکای بین مهره‌ای، ضایعات نخاعی، تنگی کانال نخاع و خدا رو شکر هم نتیجه خیلی خوبی گرفتن. این را خدمتتون عرض بکنم،
بهبودی بستگی به شرایط بیمار داره. از اول نمیشه گفت چقدر طول میکشه این آدم حتما خوب و خوب بشه. اول باید با این دوره کوتاه شروع کرد، ببینیم در اون مدت حالا 3 ماه 6 ماه این چه وضعیتی داره این فرد. اگر ببینیم وضعیتش مناسبه، بهتر شده، وقت ادامه درمان میدیم بر اساس میزان بهبودی که براش به وجود اومده، میتونیم بگیم که 6 ماه 1 سال یا 2 سال برای این درمان کافی است. اما چیزی که هست مسلما مؤثر خواهد بود و تاثیرگذار. حالا با هم دیگه بریم ویدئوی صحبت‌های آقای دکتر دراپا رو بشنویم، برگردیم، من در خدمتتون هستم. من کریستیان دروپا هستم و تخصص من نوروفیزیولوژی است، یعنی تحقیق در زمینه عملکرد سیستم عصبی، اما مطالعات فعلی من اساساً در زمینه سلول‌های بنیادی میباشد. دلیل اینکه امروزه تمرکز بسیاری متوجه سلول‌های بنیادیه اینه که همگان به پتانسیل فوق‌العاده سلول‌های بنیادی بالغ در احیا و بازسازی واقفند. در اینترنت و هر جای دیگه ای می‌بینید و می‌خونید که چطور سلول‌های بنیادی استخراج شده از خون، مغز استخوان یا بافت چربی را می‌تونیم تغییر و این بار با فواید فوق‌العاده‌ای که برای سلامت انسان دارند مجدداً به بدن تزریق نمود. اما موضوعی که به اون اشاره نمیشه اینه که این سلول‌ها از ابتدا به ساکن در بدن حاضرند. دلیل برتریشون استخراج و ورود دوبارهشان به بدن نیست. در اینجا سوالی که پیش میاد اینه، وظیفه طبیعی سلول‌های بنیادی در بدن چیست؟ اکنون دانشمندان پس از حدود 15 سال تحقیق به صراحت بیان می‌کنند که سلول‌های بنیادی سیستم ترمیم و بازسازی طبیعی بدن را تشکیل می‌دهند. هر چه تعداد سلول‌های در گردش بیشتر باشه، سلول‌های بیشتری می‌تونند در فرایند طبیعی ترمیم بافتی شرکت کنند. هدف استمریژن در دست داشتن محصولی است تا با مصرف اون تعداد سلول‌های بنیادی بیشتری را به طور روزانه وارد گردش خون کنیم. این روشی است برای بهره‌مندی از پتانسیل عظیم سلول‌های بنیادی بالغ در هر فرد و در هر کجای جهان. به یاد داریم زمانی که اولین مطالعات و اولین مشاهدات در زمینه پتانسیل سلول‌های بنیادی بالغ منتشر شد، تمام شور و هیجانات مربوط به اوایل دهه 2000 بر توانایی بالقوه سلول‌های بنیادی جنینی متمرکز شده بود. کمی بعد بود که متوجه شدیم سلول‌های بنیادی بالغ نیز می‌تونن همین پتانسیل رو داشته باشن. به محض ثبت این یافته‌ها، اولین هدفی که دانشمندان و پزشکان بر اون متمرکز شدند این بود که چطور میتوان از این سلول‌ها استفاده کرد، چطور میتونن اونا از بدن خارج کرده و با انجام یک سری اقدامات آزمایشگاهی اونا رو دوباره وارد بدن کنند. بنابر این تمرکز ما بر روی استخراج سلول‌های بنیادی به نوعی کوک کردن اونها در آزمایشگاه و تزریق دوباره به درون جریان خون بود. به مرور زمان متوجه شدیم که دیگه نیاز نیست کار چندانی در آزمایشگاه انجام بدیم، کافی است اونا رو وارد بدن بکنیم. خودشون کار خودشون رو بلدن، چرا که کار اونها ترمیم و بازسازیه. کانون توجه مطالعات من تحقیق بر روی گیاهانیه که به عنوان یک عامل تحرک بخش برای سلول‌های بنیادی عمل می‌کنه و ترشح طبیعی این سلول‌ها از مغز استخوان رو تقویت می‌کنه. تمامی این تحقیقات با هدف ثبت تاثیر انواع گیاهان در نقش محرک سلول‌های بنیادی انجام شده. حالا که همه این مطالعات به ساخت استمریجن منتهی شده، قدم بعدی اثبات رابطه بین افزایش روزانه تعداد سلول‌های در گردش با استفاده از محصولی مانند استمریجن و تأثیر اون بر سلامت و انواع بیماری هاست. بنابراین مزیتی که استمریجن ارائه می‌کنه رویکرد جدیدیه که من اون رو تحرک بخشی به سلول‌های بنیادی درونی می‌نامم. یعنی آزادسازی سلول‌های بنیادی خودی، تأثیر اون خفیف‌تره. بنابراین تعداد کمتری از سلول‌ها را آزاد می‌کنیم. در نتیجه انجام اون در طولانی مدت کاملاً بی‌خطره و حتی تأثیر تجمعی اون بسیار بیشتره. در حال حاضر در مرحله کارآزمایی بالینی هستیم و نه تنها به مقایسه دو روش تحرک بخشی به سلول‌های بنیادی و تزریق سلول‌های بنیادی به یکدیگر می‌پردازیم، بلکه امکان سازگاری این دو روش در کنار یکدیگر را نیز بررسی می‌کنیم. اگر به داشته‌های امروزمون در زمینه تکنولوژی سلول‌های بنیادی و آینده اون نگاهی بندازیم، ناخودآگاه و البته تا حدودی به درستی به فکر درمان‌های خالص‌تر و تکنولوژی خالص‌تر
در بهره برداری از سلول های بنیادی خواهیم افتاد و به امکان انجام نوعی تغییرات ژنتیکی در اونها به منظور درمان برخی از بیماری ها فکر کنیم. تلاش گسترده ای توی این مسیر آغاز شده و ادامه خواهد داشت. با این حال با تأمل بیشتر متوجه میشیم افراد نیازمند این گونه درمان در اقلیت هستند. اون هم اقلیتی که نمیتونه هزینه این درمان را تقبل کنه. بنابراین از نظر من مفهوم مهمتر و جهانی تکنولوژی سلول‌های بنیادی یا درمان با سلول‌های بنیادی درک این حقیقته که در طول زندگی سلول‌های ما به طور روزانه از بین میرن. هر روز سلول‌هایی که از بین میره جایگزین میشن که این وظیفه طبیعی سلول‌های بنیادی در بدنه. پس اگر بتوان روزانه سلول‌های بنیادی رو در بدن آزاد کرد، یعنی هر روز به ترمیم و تجدید بافت کمک کرده و بدین ترتیب در طول زندگی فرد از بروز مشکلات جلوگیری کردیم. بنابراین بهره برداری از سلول‌های بنیادی به این روش بر روی جامعه تأثیر بسیار عظیمی داره و به سادگی میتوان گفت با تقویت آزادسازی سلول‌های بنیادی به طور روزانه کیفیت زندگی افراد رو حفظ کردیم و این دستاورد بزرگ از نظر من رسالت با ارزشی که سلول‌های بنیادی برای همه در آینده رقم خواهند زد، درک این بخش از ساختار بدن و وظیفه طبیعی سلول‌های بنیادی و سپس تقویت و بهره برداری از پتانسیل سلول‌های بنیادی خودیه. اغلب اوقات اینو مثال می‌زنم. 10 سال پیش پله‌ها رو 3-1 بالا می‌رفتیم. 5 سال پیش 2-1. 2 سال پیش 1-1. 1 سال پیش 1-1 اما آرومتر. 6 ماه گذشته 1-1 آرومتر و با توقفی کوتاه برای رفع خستگی و ناگهان 1 روز سکته قلبی میکنیم. مشکل ما از اون روز شروع نمیشه. همه چیز شامل یک سیر تدریجی آهسته است تا روزی که مشکلات تأثیر خود بر زندگی ما رو نشون میده. اینجاست که متوجه اون میشیم. بسیاری از موارد در این سیر تدریجی قرار میگیرن. اگه تعداد سلول‌های بنیادی در گردش خون رو بالا ببریم و به بدن کمک کنیم تا قبل از ظاهر شدن بیماری خودش رو ترمیم کنه، میتونیم سلامت بمونیم و این مزیت رو به بدن بدیم که از پیشگیری فراتر رفته و تواناییش رو در حفظ سلامتی خودش افزایش بده. پس این محصول هم برای کسایی که دچار شکستگی و آسیب هستند و هم تمام کسایی که سلامتند و از توانایی و پتانسیل سلول‌های بنیادی آگاه بوده و میخوان سلامت بمونن مفیده. پس با مصرف روزانه استمریژن این فرصت رو به بدن میدیم تا سلامتی خودش رو حفظ کنه. خب صحبت‌های دکتر دراپار شنیدید. این کاشف بزرگ، این دانشمند عزیز و نازنین که برای مردم دنیا قلبش میتپه و بهترین کارها رو انجام داده در طول زندگی خودش با تلاشایی که در لابراتوار کرده و امیدوارم که روز به روز ایشون وضعیت بهتری پیدا بکنه، خوبتری پیدا بکنه، سرحالتر باشه، انرژی بیشتری داشته باشه تا بتونه خدمات بیشتری رو به جهانیان عرضه کنه. در اینجا لازمه که ارتباط ما و شما با همدیگه صحبت بشه، راجع بشه، یعنی میدیا. ببینید وقتی شما صفحه تلویزیونی که الان من دارم صحبت میکنم نگاه میکنید، در پایین صفحه شماره‌های تماس با آمریکا، تلفن پیغامگیر آمریکا، تلفن‌های ایران، واتساپ ایران و تلفن انگلستان، نماینده ما خانم سجادی رو در کل انگلستان میبینید و بالاش اگه دقت بکنید در این صفحه، بالا دست چپ صفحه تلویزیونتون، بالای این کادر یک آیکون های علائمی هست که نشون دهنده علائم اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، یوتیوب و اینطور ارتباطاتی که ما با شما میتونیم داشته باشیم. شما به همه اینا میتونید مراجعه کنید و به وبسایت ما که در ادامهش نوشته شده، وبسایت ما. به همین خاطر لازم من یه توضیح مفصلی راجع به ارتباط شما با ما بدم. بریم این ویدیو رو ببینیم، برگردیم من در خدمت. اول در مورد وبسایت خودمون براتون صحبت بکنم. اگر شما وارد وبسایت www.drwaziritabar.com بشید، یعنی همونی که پایین صفحه موقعی که من برنامه اجرا میکنم مشاهده میکنید، وقتی واردش بشید که الان ما این کار رو برای شما انجام میدیم، ببینید الان ما وارد وبسایت کمپانی شدیم. خب در بالا نوشته شده الان ما تو خانه هستیم، جایی که تو هوم هستیم، صفحه اصلی که در بالا نوشته شده همونطور که میبینید دکتر شهریار وزیری تبار، بعد
درمان، بیماری ها، بهبود یافتگان، محصولات، رویدادها، تیم ما و ارتباط با ما. اگر ما بریم روی تیم ما و کلیک بکنیم، متوجه خواهیم شد که تیم ما از چه افرادی تشکیل شده. همینطوری که در تصویر میبینید، آقای دکتر دراپا، بنده که در خدمتون هستم، و خانم میترافته که کارشناس تغذیه کمپانی هستن. این کسانی هستند که تیم ما رو در امریکا تشکیل میدن. البته تیم ما افراد بسیار زیادی باز هم در خود امریکا، کارمندان ما در دبی و در لندن و در ایران داره، ولی خب ما به اصطلاح فاندرهای این کمپانی رو، کسانی که این کمپانی رو پایه‌گذاری کردن رو به عنوان تصویر به شما نشون میده. بعد بریم راجع به محصولات صحبت بکنیم. کلیک کنیم روی محصولات. وقتی وارد محصولات بشیم، محصول اصلی این کمپانی محصولی است به نام سم رژن، همینی که در تصویر می‌بینید، که نوشته شده تقویت کننده طبیعی سلول‌های بنیادی، استنرژیم قوی ترین محصول کامل طبیعی موجود است که به منظور تحریک ترشح، همینه که در صفحه می‌بینید نوشته شده که چندین میلیون روزانه استمسل رو از مغزستان آزاد میکنه و میره به طرف بافتای صدمه دیده. تصویرش هم همین تصویری است که در اینجا میبینید، این باتلی که در اینجا تصویرش رو میبینید. و اگر کمی پایین تر بیایم، برای کسانی که در امریکا هستن، در کانادا، اروپا، خارج از کشور هستن، اگر مایل باشن میتونن، اگر بخوان با مشاوره‌ای که با من میکنن، میتونن استم رژین رو به صورتی که الان در این تصویر نشون داده شده یا 3 تا یا 6 تا رو به قیمتی که زیرش نوشته شده به صورت پیپال از کمپانی ما خریداری کنن. خریداری از طریق پیپال هست اگر در خارج از ایران هستید و میخواید. به غیر از مشاوره‌ای که با من میکنید، گاهی اوقات نیاز است که داروی جانبی هم کنارش بیاد که اون هم به این مسئله، به این داروها اضافه خواهد شد. و بعد اگر بریم سراغ بیماری ها، اگر وارد صفحه بیماری ها بشیم، مشاهده خواهیم کرد که تمام، ببینید تصاویر رو، تمام بیماری، آرتروز، آدیسون، آتاکسی، آبسیا، از الف تا یه ما اینها رو ردیف کردیم. همینطور که داریم میایم پایین، صفحه رو میبینید به ترتیب میایم پایین، تمام بیماری ها، اهم از دیابت، دیجنوسیون، روماتیسم، سکته مغزی، فرض بکنید که ناراحتی سیاتی، سر، فلج مغزی، فابرومالژیا و و و و همه اینا تا به پایین، تمام بیماری هایی که از طریق این روش درمان قابلیت بهبودی دارن رو شما میتونید مشاهده بکنید. و بعد از بیماری ها میریم سراغ بغلش بهبودیافتگان. اگر ما اینو کلیک بکنیم، کسانی که بهبودی با این درمان پیدا کردن، ویدئوهاشون رو در اینجا، نمونه هایی از بیماران درمان شده یا تحت درمان میبینیم، که کسانی که روماتیسم، دیابت، ام ای، سکته قلبی، آرتروز، آتیزم، پارکینسون، سیروز کبدی، تنگی کار نخاعی، زایای نخاعی، اندومتریوز، ام ای، آرتروز، آمفیزم، لوپوس، ام ای، لوپوس، تومور مغزی، اسکلرودرمی، سرطان سینه، دیسک کمر، دیابت، انسداد مزمن ریه و تمام اینا که میبینید، اینا نمونه هایی از بیماران درمان شده هستن که ویدئوهاشون اینجا هست. حالا اگر صفحه، هر صفحه‌ای برید فرق نمیکنه، اون وسط میبینید، همینطوری میبینید نوشته شده روش درمان طبیعی از طریق آزادسازی سلول‌های بنیادی. 5 تا علامت میبینید، این علامت ها به ترتیب از دست چپ، یکی فیسبوکه، یکی توییتره، یکی اینستاگرامه، یکی یوتیوبه و یکی تلگرامه. به عنوان مثال حالا اینجا از وبسایت خودمون ما میریم، از اینجا درست ببینید اینو کلیک میکنیم، میریم وارد اینستاگراممون میشیم. بله، این تصویری که میبینید تصویر اینستاگرام ما هست که بسیار مجهز است و همه چی رو در این میتونید ببینید. و اگر دقت بکنید در اینستاگرام ما که وارد بشید، یه مقداری که بیاین اونجا نوشته شده صفحه رسمی دکتر شهریار وزیرتبار، مدیریت روابط عمومی، برای وقت مشاوره تلفنی
نام بیمار، بیماری و تلفن را به این شماره واتساپ یا تلگرام نمایید. این که در اینجا میبینید، من الان دارم دورشو با این فلش نشون میدم، این اون چیزی هستش که شماره هستش که اون کسانی که برنامه تلویزیون من رو نمیبینن و تلگرام رو میبینن میتونن با این شماره از مرکز ما، از روابط عمومی ما وقت مشاوره بگیرن. بعد پایین که میایم تصاویر رو میبینیم که نوشته شده سلولای بنیادی، تصاویر مختلف، نحوه درمان بیماری کلیوی، آرتروز. اگه نگاه کنید اون بالا، اینجا نگاه کنید، نوشته پست، یعنی پست ها. بغلش نوشته آی جی تی وی. لطفاً آی جی تی وی رو کلیک کنید. ببینید آها، وقتی آی جی تی وی رو کلیک میکنید، صحبت های هفتگی من میاد، یعنی صحبت هایی که به غیر از برنامه تلویزیونی، صحبت هایی که با شما عزیزان میکنم. اینجا مثلا نوشته شده دکتر شهریار ازدار، استرم رژین و پیشگیری از ابتلا به کرونا و تاثیرات کرونا در بیمار در حال درمان که صداشون برام فرستادن. بعد دوباره بیمار درمان شده ام اس، بعد ویدئوی بیماری تنفسی و ویدئوی بیمارانی که بهبود یافتند شما در این به اصطلاح آی جی تی وی میتونید ببینید. من معمولا مرتبا هر هفته یه موضوع جدید رو در آی جی تی وی که این وسطی هست براتون خواهم گذاشت. برمیگردیم به پست. اگر در پست دقت کنید و به طرف بالا حرکت بکنیم، میبینیم درمان آرتروز، بیماری های کلیوی، همون آقای خلبانی که امریکایی هستن و استمرجین استفاده کردن و راضی هستن، درمان سر، درمان بیماری چشمی، خانم دکتر دندان پزشکی که الان به بیماران خودشون هم توصیه میکنن برای استمرجین، و خانم دکتر، خانم همسر آقای دکتر دراپا که هنرپیشه سینما هستن و به این زیبایی که در تصویر میبینید در این اینستاگرام ما ایشون، اینا همه به صورت ویدیو، بالاش علامت ویدیو داره، میتونید اینها رو تماشا کنید، ببینید و تمام رو تا پایین. و یه قسمتی که الان اینجا هست نوشته شده که prepare renew rejuvenates، جوانسازی، سلامتی و مورد استفاده استمرجین، که اگر روش برید یک فیلم به زبان انگلیسیه که ما براتون به زبان فارسی دوبله کردیم و میتونید این رو ببینید. وقتی روش کلیک میکنید میاد و توضیح میده که دقیقاً کاری که ما میکنیم چیه، استرمیجین چی هست، و خیلی خیلی جالب مفصل. به هر حال در این، در اینستاگرام ما وارد بشید، بررسی بکنید، پیگیری بکنید، به چیزهای بسیار بسیار خوبی خواهید رسید. حالا اگر برگردیم دوباره روی به اصطلاح وبسایت خودمون برگردیم، همونی که ازش وارد اینستاگرام شدیم، دوباره برمیاریم عقب، میریم روی همون وبسایت دی آر وزیری تبار، دکتر شهریار وزیری تبار. وقتی بریم، ما الان قبلش اینستاگرام رو الان باهاتون صحبت کردیم، ولی میتونید برید رو اولی اف یا فیسبوک. اگر کلیک بکنید خواهید دید که صفحه فیسبوک ما باز میشه که خیلی مفصل در موردش نوشته شده. شروعش در بالا نوشته انقلاب تندرستی همراه با سلولای بنیادی. در فیسبوک اگر تایپ کنید DR نقطه شهریار وزیری تبار و اون تصویر رو میبینید، تصویر من رو در دایره میبینید، اون رو اگر دیدید میتونید واردش بشید. همین فیسبوک به اصطلاح کمپانی هست و تمام مسائل رو همطور که میبینید از بالا تا پایین، توضیحات مختلفی که من در فضای باز برای بیماری های مختلف دادم از بالا تا پایین میبینید، بیماری های مختلف رو میبینید و و و بسیار شبیه اینستاگرام، و فیلم های بسیار زیادی ویدئویی در این فیسبوک ما موجود هست. شما هم از طریق فیسبوک میتونید سند مسیج، مسیج بفرستید برای ما در قسمتی که الان من روش دارم نشون میدم، سند مسیج. هم میتونید از طریق اینستاگرام برای ما مسیج بفرستید یا تلفن بزنید به اون شماره. و اگر دوباره برگردیم به وبسایت خودمون، دوباره برگردیم به وبسایت خودمون، پس تا حالا اینستاگرام و فیسبوک رو دیدیم، حالا بغلش نوشته یوتیوب قرمز رنگه. ما اگر یوتیوب رو کلیک بکنیم و وارد یوتیوب بشیم، میبینیم که در یوتیوب قضیه فرق میکنه. در یوتیوب اگر برید سرچ کنید، بله همین تصویری که میبینید که سخنان آقای دکتر آلن سامرسال رو میشنوید به محصه که باز میکنید،
باز بالای یوتیوب نوشته شده انقلاب تندرستی همراه با سلولای بنیادی، و در کنار دست راست دوباره اون علائم اینستاگرام و تلگرام اینا هست. یعنی از یوتیوب هم میتونید وارد اینستاگرام بشید. اگر سفر رو بیاید پایین، بعد از سخنرانی های دکتر آلن سامرسال که برای شما به زبان فارسی دوبله شده ببینید، میتونید تمام صحبت های من رو در فضای باز ببینید که هر کدوم دو سه یک دو دقیقه هست، و بعد بیماران درمون‌شده رو به ترتیب در پایین میتونید مشاهده بکنید. سمینارهایی که من در شرکت داشتم، و به طور کامل اگر کلیک کنید ویدئو رو، بخش دوم یعنی هوم و ویدئو دیگه تماما ویدئوها رو به شما نشون خواهد داد. حالا اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون، این بار وارد تلگرام بشیم، میتونیم تلگرام رو کلیک بکنیم و وارد تلگرام خودمون بشیم. همطور که میبینید تلگرام ما صفحه رسمی من هست نوشته شده، و برای مشاوره میتونید واتساپ یا تلگرام با اون شماره بکنید. در این تلگرام کمپانی ما هست، و بعد اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون میتونیم توییتر رو ببینیم، علامت اون پرنده‌ای که میبینیم، وارد توییتر هم بشیم. همینطور تو توییتر نوشته شده دکتر شهریار وزیری تبار، یعنی @dr وزیری تبار هست، همه اینها همین هست. و بعد میتونید همون نوشته ها رو در اینجا ببینید که در صدر شما میبینید راجع به دژنراسیون ماکولا توضیح داده شده، و به ترتیب میاد پایین همه بیماری ها. اینجا هم میتونید برای ما پیغام بذارید، تلفن بزنید و تقاضای مشاوره بکنید. خب ویدارم دیدید دیگه کم کم به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که هر کجا هستید خوب و سلامت باشید، مراقبت از خودتون بکنید. ویروس کرونا همچنان هست، تغییر شخصیت داده، قیافش عوض شده، ولی همونه و ادامه داره این داستان. حالا حالا کی تموم میشه معلوم نیست، به همین خاطر خیلی مراقبت خاص خودتون بکنید، از ماسک استفاده بکنید، فاصله لازم رو با فرد دیگری رعایت بکنید، واکسنتون حتما بزنید. این به هر حال ایده منه دیگه. امیدوارم که شما عزیزان هم سلامت باشید، مشکل براتون نباشه. تا هفته آینده خدایا رو نگهدارش. خدا حافظ.